عزیزان، مجدداً با برنامه زنان امید در خدمت شما هستیم. امیدوارم امروز چیزهایی که درباره باغبونی گفته شد برای شما مفید واقع شده باشه. من که خیلی چیزا امروز یاد گرفتم. شاید شما هم اطلاعاتی دارین که میخواین با ما در میون بذارین. پس خیلی خوشحال میشیم که از شما هم بشنویم. شما میتونین از طریق آدرسایی که اول و آخر برنامه اعلام میشه اطلاعاتتون رو با ما در میون بذارین. میتونین دوستان، این جنگ با آفات توی باغچه منو یاد یه چیزی انداخت توی کلام خدا. توی رساله به افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 17 درباره محافظت از خودمون صحبت میکنه. درست مثل گیاهایی که میتونن در مقابل آفات مقاومت بکنن، ما هم با توکل و اعتماد به خدا میتونیم در مقابل وسوسه ها مقاومت کنیم. اجازه بدید این بخش رو براتون بخونم. باری در خداوند و به پشتوانه قدرت مقتدر اون نیرومند باشید. اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بایستید. زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می جنگیم. پس اسلحه کامل خود را برتن کنید تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. پس استوار ایستاده کمربند حقیقت را به میان ببندید و زره پارسایی را برتن کنید و کفش آمادگی برای اعلام انجیل سلامتی را به پا نمایید. افزون بر این همه سپر ایمان را برگیرید تا بتوانید با آن همه تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید. کلاه خود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید. عزیزان، ما قبلا داستانی از ندا براتون تعریف کرده بودیم. شاید شنونده اون برنامه بوده باشین. ندا برامون نوشته بود که چطور در سن 12 سالگی به خداوند ایمان آورد و فهمید که خداوند اونو همونطور که هست پذیرفته و دوستش داره. امروز میخوایم یه داستان دیگه از ندا براتون تعریف کنیم. ندا میگفت میدونستم که صرفاً خوشحال بودن از محبت خدا کافی نیست. خدا در کلامش میفرماید همونطور که من شما رو محبت کردم، شما هم همسایتون رو محبت کنید. و این تو ذهن من مونده بود. چطور میتونستم این کار رو انجام بدم؟ چطور میتونستم زندگیم رو برای کس دیگه ای بدم؟ من یه گروه دوستانه توی دبیرستان داشتم که پیرو مسیح بودن. خونوادم به کلیسا نمیرفتن، اما این دوستان بهم کمک کردن تا توی ایمانم رشد کنم. وقتی که دانشگاه رفتم توی رشته فیزیوتراپی تحصیل کردم و اونجا با پسری به اسم امین آشنا شدم که اون هم ایماندار بود و یه روز زیبای بهاری من و امین با هم ازدواج کردیم. دیگه بهتر از این نمیتونست باشه. ندا تعریف میکرد که یک سال بعد من و امین کنار دریا در حال تماشای امواج بودیم تا اینکه من ازش پرسیدم تا حالا به اینکه خارج از کشور خدا رو خدمت کنی فکر کردی؟ اون تعجب کرد. میدونین من در حال خوندن کتابی خام دکتری بودم که توی بیمارستان مسیحی در افریقا کار میکرد. اون درباره چالش‌هاش نوشته بود و اینکه خدا چطور حتی با وجود اینکه اونو دزدیده بودن راه رو براش هموار کرده بود. انگار خدا داشت از من یه سوال سخت میپرسید. سوالاتی مثل این که من میخواستم برای خدا چی کار کنم و جواب این بود کارهای راحت، کارهایی که تحت کنترلم باشه. دوست داشتم کجا برم. با خودم فکر کردم یه جای خوب، نه خیلی گرم، یه جای نزدیک. میخواستم بدونم که آیا خدا واقعا میخواست از من استفاده کنه یا نه، از یه فیزیوتراپیست جوون، و آیا تو شرایطی که خارج از کنترلمه میتونم به خدا اعتماد کنم یا نه. میدونین تو اون لحظه خدا بهم یادآوری کرد که اون دوست داره از افرادی که کسی نیستن استفاده کنه، از کسایی که احساس ضعف میکنن. خداوند در کلامش در دوم قرنتیان با
باب 12 آیه 9 میگه فیض من تو را کافیست، زیرا قدرت من در ضعف تو به کمال میرسد. آمین. ندا میگفت فکر نمیکردم که خدا داره به هم میگه که باید به افریقا برم، اما فکر میکردم خدا ازم میخواد که به نوعی به دیگران خدمت کنم. یه هفته از این ماجرا گذشته بود و من در یک کنفرانس در حال یادگیری روش‌های جدید کمک به افراد ناتوان و معلول برای استفاده از دست یا پای مصنوعی بودم. خیلی برام جالب بود چون دقیقاً کاری بود که دوست داشتم. بعد اتفاقی افتاد که زندگی متغییر داد. یکی از دکترها به هم ویدیویی نشون داد. هزاران نفر حین انفجار مین دست و پاشون رو از دست داده بودند. این ویدیو مربوط به کامبوج بعد از جنگ بود، اما این داستان در خیلی کشورهای دیگه هم اتفاق می افتاد. این افراد نه ویلچر داشتن، نه اعصاب و نه پاهای مصنوعی، و یهو دیدم که محبت خدا به این افراد هم رسیده و شاید همونطور که خدا منو محبت کرد، من هم میتونستم این مردم رو محبت کنم. شاید خدا میخواست از من به عنوان یه فیزیوتراپیست استفاده کنه تا محبت خودشو به واسطه یه کمک من بهشون نشون بده. بله. ندا میگه میخوام براتون جواب امین رو به سوالم بگم. امین گفت چرا باید همچین چیزی بخوام؟ من اینجا خوشحالم، کارم رو دوست دارم، تو رو دارم، دوستامو دارم، ورزشم، زندگیم، همه چیم اینجاست. اما میدونین خدا قلب امین رو عوض کرد و بعد از مدتی من و امین مطمئن شدیم که خدا ازمون میخواد به کشور نپال بریم و اونجا به عنوان فیزیوتراپیست خدمت کنم. نپال توی اون زمان بالغ بر 20 میلیون جمعیت داشت، اما ما متوجه شدیم تنها 2 تا فیزیوتراپیست ماهر اونجا کار میکنن که یکیشون هم خارج از کشور بود و این دقیقاً راهی بود که میتونستیم از طریقش کمک کنیم. به طرز شگفت انگیزی یه بیمارستان مسیحی پیدا کردیم که با بیماران جذامی کار میکرد، افرادی که به خاطر این بیماری دست یا پاشون رو از دست داده بودن. اصلا نمیدونستیم چطور میشه به نپال رفت یا چطور میشه اونجا از پس مخارج و نیازامون بر بیایم. اما انگار خدا نقشه خودش رو داشت، چون تعداد زیادی از مردم هم میخواستن محبت خودشون رو نشون بدن و خیلی ما رو توی این مسیر پشتیبانی کردن. همینطور ندا گفتش که واقعا نمیدونم هزینه هامون به چه شکلی تأمین میشد، اما همیشه به اندازه نیازمون برامون مهیا میشد، نه بیشتر نه کمتر. من و امین دیگه مطمئن شده بودیم که خدا ما رو برای این خدمت فرا خونده. خیلی هیجان زده بودیم. بالاخره روز موعود رسید و ما به نپال رفتیم. وقتی داخل هواپیما بودیم، یهویی حس غربت سراغمون اومد. چون بلیت برگشتم نداشتیم و به این فکر میکردیم که معلوم نیست دوباره کی بتونیم عزیزانمون رو ببینیم. حقیقتاً ترسیدیم و احتیاج به تسلی و آرامش داشتیم. توی فرودگاه موقع خدافظی، یکی از دوستامون بهمون یه کارت یادگاری داده بود که توی دستم بود. وقتی اون لحظه بازش کردم تا بخونمش، دیدم دقیقاً همون کلامیه که نیاز داشتم بشنوم. اون برامون بخشی از مزمور 139 رو نوشته بود. اگر بر بالهای سحر پرواز کنم و در دور دست ترین کرانهای دریا قرار گزینم، حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود و دست راستت مرا خواهد گرفت. ما به این کلمات نیاز داشتیم تا آروم بشیم. من آروم شدم و همه چیزو به دستان خدای متعال سپردم. هنوز تصاویر ترسناکی تو ذهنم بود، اما دیگه باعث وحشت من نمیشد. دیگه منو کنترل نمیکرد. این خدای متعال بود که کنترل زندگی منو به دستش گرفته بود. بله عزیزان، خیلی خوبه که بدونیم خدا همه ما رو هر جا که باشیم، هر ملیتی که باشیم، به یک اندازه دوست داره. من خودم گاهی نیاز دارم که بهم یادآوری بشه با تمام ضعف‌هایی که دارم، خدا میخواد که از من استفاده کنه و محبت خودش رو از طریق من به دیگران نمایان کنه. عزیزان،
خدا شما رو هم دوست داره، بی نهایت دوستتون داره و برای تک تک شما نقشه داره. اگر حقیقتاً پیرو اون باشین، از طریق شما هم در زندگی دیگران کار میکنه. البته همیشه اینطور نیست که ازتون بخواد نقل مکان کنید، بلکه ممکنه از شما در زندگی همسایه ها یا خانواده و اقوامتون کار کنه. تا حالا به این فکر کردین که خوندگی شما چیه؟ خدا چطور شما را دعوت میکنه؟ من و فرشته واقعا امیدواریم که امروز با شنیدن این داستان تشویق شده باشین. اگر خدا رو دوست دارین میتونین ازش درخواست کنین که بهتون نشون بده چطور میتونین مثل اون دیگران رو محبت کنین. دوستان عزیز، زمان برنامه امروز ما به پایان رسیده، اما مثل همیشه خیلی مشتاق هستیم که نظرات شما رو، تجربیات شما رو و حتی داستان زندگیتون رو بشنویم. اگر شما هم دوست دارین شهاداتتون رو برای دیگران اعلام بکنیم، کارهای شگفت‌انگیز خداوند رو اعلام بکنیم، میتونین از طریق ایمیل آدرسی که در انتهای برنامه اعلام میشه شما هم برای ما شهاداتتون رو ارسال کنید. عزیزان، شما رو به دستان امن خدا میسپاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.